خیلی وقتا ما به فاکتورهای ظاهری طرف نگاه می‌کنیم، مثلا می‌بینیم این خانم چقدر خوب مثلا چه گونه مستون خوب آرایش و پیرایش و اینا کرده و خوشمون میاد، بعد یادمون میره که ببین من از یه خانواده خیلی مذهبی و سنتی میام، خب من از این خوشم اومده، دو روز بعد که نمیتونم چادر سر این زن کنم. و واقعا برای چیزایی که مطمئنین از اول تکلیفتون رو روشن کنید. از روز اول میدونستم بچه میخوام یا از روز اول میدونستم نمیخوام؟ من از روز اول میدونستم که خانواده پرجمعیت دلم نمیخواد توش وارد شم، یا از روز اول دلم می‌خواست یه طرف یه کسی باشه که خانواده‌اش پرجمعیت باشه؟ من نمیگم اینا درسته یا غلطه، اینا تست و سلیقه آدمای مختلفه، ما باید بهش احترام بذاریم و سعی نکنیم اونا رو عوض کنیم. سلام علیکم، حال احوال چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ در یک روز گرم تابستانی آمدم خدمتتون و میخوام راجع به پدیده دیت کردن صحبت کنم، ولی این دفعه میخوام برم به یه سمت و سوی دیگه. خیلی از آقایون عزیز و نازنین از مخاطبین من از من درخواست کردن که چرا راجع به مشکلات ما صحبت نمیکنیم، چرا راجع به مسائلی صحبت نمی‌کنی که به درد ما میخوره. و من دیدم که خب این خیلی درسته، من درسته که دارم جنرالایز صحبت میکنم و سعی میکنم عمومیت داشته باشه، ولی خیلی وقتا به واسطه زن بودنم ممکنه حرف بزنم که بیشتر به درد خانم‌ها بخوره. حالا امروز میخوام راجع به دیت کردن صحبت کنم. به عنوان کسی که سالهای ساله خب بالای 70-80% مخاطبین کلاینت های من که مهاجرین خارج از ایران هستن خانم‌ها هستن، من 20% آقا توی کلاینتام هستن و میخوام راجع به چالش های خانوما صحبت کنم در اینه که وقتی دنبال یه مردی میگردن که باهاش دیت کنن و باهاش خوشحال باشن، اون مردی کی میتونه باشه، چالش هاشون چیه، دوست دارن که اون خصوصیت اخلاقی چی باشه و همه اینا. آماده ای؟ بزن بریم. ببین تو دیت کردن اولین چیزی که خیلی از خانوما راجبش صحبت میکنن اینه که ما میخوایم بدونیم که ارزشای ما به اون آدم میخوره یا نه. ما تو ایران چجوری آدم پیدا میکردیم و باش دیت میکردیم؟ حالا اگه مثلا یکی میخواست ریفر کنه و به ما معرفی کنه، خانواده و دوست و آشنا نگام کردن تیپ سلماس چیه، مدل خانوادهش چیه، چقدر سنتی هن، چقدر مذهبی هن و همه اینا بر اساس اون کسی که فکر میکردن که با این تیپ سلماس میخوره معرفی میکردن، درسته؟ ولی وقتی میای خارج از ایران همه این فاکتور دونه دونه جابجا میشه، یعنی یه جوری انگار که ما بعد از یه زاویه دیگه‌ای به ماجرا نگاه کنیم. میخوام صادقانه اینو بهت بگم، خیلی وقتا ما به فاکتورهای ظاهری طرف نگاه میکنیم، مثلا میبینیم این خانم چقدر خوب مثلا چنگوری مستون خوب آرایش و پیرایش و اینا کرده و خوشمون میاد، بعد یادمون میره که ببین من از یه خانواده خیلی مذهبی و سنتی میام و من التیمیتلی در نهایت میخوام با این آدم ازدواج کنم، خب من از این خوشم اومده، دو روز بعد که نمیتونم چادر سر این زن کنم یا بهش بگم حالا اینجوری لباس تن خوش. وقتی این زن یه آدم خیلی موفقیه در دنیای بیرون در محیط کارش، وقتی مثلا توی دور همیای اول که رفتم با همه مرد راحت میگه میخنده با کلاس همه اینا، من که نمیتونم این آدم رو از دورش قیچی کنم. یکی از چیزایی که خیلی وقت خانم ها راجبش صحبت میکنن و شاکیان همینه، میگن من اینجوری دید مدت مدیدی اومد جلو به این حالتی که خیلی خوب باشه، حالا یه کارش میکنم و بعد یه دفعه فلیپ کرد و برگشت و همه چی عوض کرد. حالا برای اینکه بی‌انصافی نکرده باشم میخوام یه چیز دیگرم بهش اضافه کنم، این ماجرا، این طرز فکر فقط مربوط به آقایون نیستا، خیلی وقتا تو کانت های من خانوم ها هم دوچاره این مشکلن که میگن حالا میریم یه مدت باهاش و اینا بعد یواش یواش عوضش میکنیم. بیاین اینو بدونیم، خارج از ایران، داخل ایران، کلن در اینی که من یه نفری رو که خودم نمیتونم عوض کنم، در اینی که بخوام یه نفری دیگر عوض کنم، این پنبه و گوش خودم بکشم بیرون. یه چیز دیگه که دیروز با یکی از کانت های آقام داشتم صحبت کردم، یه پسر جوانی مثلا تو 30 سالگی و در امریکا زندگی میکنه، تو حوزه دیتینگ داشت با هم صحبت میکرد، میگفتش که این دختری که دارم باش دیت میکنم، این دختر امریکایی داری دیت میکنه و بهم گفته که تو اولین مردی هستی که اینقدر توجه میکنی، که مثلا من گفتم فلان گل رو دوست دارم رفتی خریدی و مثلا پیونی صورتی گفته بودم رفتی پیدا کردی آوردی. بعد به من گفت مگه این چه بیگ دیلیه، تو از روز اول به من گفتی که به این چیزا توجه کن. گفتم اتفاقا این یکی از اون قسمت‌هاییه که ما خیلی همون توجه نمی‌کنیم. حالا خانم‌ها به خاطر مدل شخصیتشون خیلی بیشتر دقت کنن، این گفت فلان چیز، این گفت مثلا من فلان غذا رو دوست دارم، فلان جا رو دوست دارم. آقایون یه ذره کمتر توجه می‌کنن. حالا می‌خوام ازت خواهش کنم به این فکر کنی
که وقتی یه خانم برم بیاده میگه من گل رز دوست دارم، خیلی چیز جذابیه که دفعه دیگه یه شاخه شده یا سه شاخه گل رز بگیری براش بیاری. چیزی که دوباره خیلی از آقایان ایرانی به من همیشه میگن بابا خانم ما میترسیم از اول این کارو بکنیم، بد عادت چه پرروشه. رابطه همیشه مینتیننس میخواد خانم و آقایون، ربطی نداره که یه بار این کارو بکنی یا ده بار. مگه سرویسی که شما دارید میگیرید دلت نمیخواد همیشه بگیری؟ خب اون آدم هم دلش میخواد همین حالتو داشته باشه. پس دوم باشه که هم به خودمون روا بداریم هم به طرف مقابلمون. یه نکته دیگه راجع به رابطه اینتیمت و سکشواله، من میخوام اینو بهت بگم، بیاین تکلیف خودمون رو روشن کنیم که واقعا از رابطه چی میخوایم. اگه واقعا فقط دلمون میخواد که توی رابطه یه دینگ و دونگی باشه و بعدش هم بگیم خدافظ بای، باور نمی کنیم که چقدر جذابتر از همون روز اول راستش رو بگیم، چه مرد چه زن فرقی نمی کنه. اینی که هی کشش بدیم، درگش کنیم، طرف رو بذاریم توی آقا من این ضرب المثل درست نیست بلد نیستم، تو پوست پیاز حنا، هر چی هر کدومه بنویسید بر من تو این کامنت ها بذاریم اونجا، این کار نه درسته، نه حرفه‌ایه، نه آدم حسابی طوریه. این پسر ببین چهار شاخ تو تلفن توی چیز من بودن و ماشین من بودن، نه آدم حسابی طوریه، هیچ کدوم از اینا نیست. اینی که کلیر باشید، شفاف باشید و همون اول آنچه که تو ذهنتونه بتونید راحت به طرف بگید، این یکی از چیزاییه که کمک میکنه رابطه خیلی قشنگتر بره جلو. و واقعا برای چیزایی که مطمئنین از اول تکلیفتون رو روشن کنین، یه چانس نذارین. مثلا خیلی وقتا آدما به من میگن ببین من از روز اول میدونستم بچه میخوام یا از روز اول میدونستم نمیخوام. من از روز اول میدونستم که خانواده پرجمعیت دلم نمیخواد توش وارد شم، یا از روز اول دلم می‌خواست یه طرفی کسی باشه که خانمداش پر جمعیت باشه. من نمیگم اینا درسته یا غلطه، اینا تیست و سلیقه آدمای مختلفه. ما باید بهش احترام بذاریم و سعی نکنیم اونا رو عوض کنیم. مثلا اگه از اول براتون مهمه، من نمیگم این درسته ها، که طرف مثلا کسی که دارید دیت می‌کنید تو خانواده‌شون طلاق نداشته باشه، چرا از اول راستشو نمیگید؟ چرا قیش کنان طرف رو میکشید جلو، بعد میرسی به یه جایی که میبینی او داره جدی میشه اینو بهانه میکنی؟ یا مثلا من نمیخوام تو قبلا ازدواج کرده باشی، من خیلی اینو دیدم، مثلا میرن تا لب نامزدی بعد میگن مامان بابام رضایت ندن. عزیزم شما 40 سالته، مامان بابات اولا که باید بر تو تعیین تکلیف کنن، یک حالا مثلا 30 سال 40 سال هر چقدر، اصلا دیگه 25 سال به بالاست دیگه تموم شده این ماجرا. دوم این که خب مگه تو هر روز اول نمیدونستی مامان بابات رضایت ندارن؟ یعنی ببینید تکلیفمون رو با این چیزا روشن کنیم، به خصوص آقایون. یه سری چیزا هست تو خانواده ها برامون مهمه، میفهمم مثلا برای شما شاید مهم باشه که حتما مادرتون با یه سری چیزا براش مثلا باش اوکی باشه، پدرتون حتما با یه سری، خواهرتون اوکی باشه، چه این از روز اول نمیگه؟ چرا که ماسک خیلی روشن فکری بزنیم وقتی شدنی نیست؟ نه یه چیز دیگه، خیلی وقتا همون اول که داریم معاشرت میکنین مدل ارتباطات اون آدم و مثلا اون دختر یا پسر رو میبینی که با طرفی که داری بهش معاشرت میکنی میبینی که خیلی دوست نداره یا زیادی دوست داره، دوستاش خیلی دخترن خیلی پسرن، اینا جدی بگیرید، اینا همون نشانه های هن که به خاطر خیلیشون ممکنه شما به هم بزنید بعدن، یا بیان وسط رابطه تون، یا اصلا رابطه شون رو میبینید با خواهر بردرشون یا مادر پدرشون یا خیلی زیاده یا اصلا وجود نداره. ببین من اصلا با هیچ کدوم از اینا خوب و بدیش کاری ندارم، من میگم واقعیت ها رو ببینیم، ارزشامون رو بشناسیم، بر اساس اونا بریم جلو. از روز اول وقتی تو میبینی، وقتی تو دیتی 600 دفعه خواهرش تکست داد، مامانش زنگ زد، باباش فلان کرد، تو میدونی این آدم از نظر خانوادگی وابسته است. حالا پری روزه یکی از کامنت های من داشت راجع به این صحبت میکرد که اینی که این خانومی که رفته باهاش تو ارتباط تازه 6 ماهه که رابطه قبلی جدیش تموم شده و همش گفت من نمیدونم بعد چیکار کنم. گفتم ببین تو بعد دو تایی با هم دست هم بگیریم بریم پیش کاپل تراپیست. گفت من اصلا نمیخوام ازدواج کنم. خب تو چرا نمیکنی؟ گفتم برای اینکه من کوچ تو هم، تو وقتی با من این هم مدت کار کردی و اون خانم میدونه که تو با من کار کردی، میدونه من از خانم میشنیدم، از خود تو خیلی میشناسم، میدونم ورش میداری میاریش توی جلسه با من، اولین چیزی که این خانم داره چیه؟ مقاومت. درسته؟ پس اگرم که دارید میرید تراپی حتما یه کاپل تراپی جدا برید، نترسید، با کاپل تراپی قرار نیست ازدواج کنید، قرار متوجه شید که آیا اصلا به عنوان یک انسان در لانگ ترم در دراز مدت یه همچین ارتباطی برای شما خوب هست یا نه. پس
تراپی و کمک تخصصی رو همون اول جدی بگیریم، بی خودی یه عالمه انرژی نذارید، سال ماها برید، سال برید جلو، بعد بگید این به درد ما نمیخورد، ما نمیخوردیم به هم. از همون اول تکلیفتون روشن کن. یه چیز دیگه خیلی واضحه ها، ولی من بازم میبینم توی مهاجرت و زندگی بعد از مهاجرت آدما توش خیلی درگیرن. خب ببین، وقتی ما مهاجرت میکنیم، ببین خود من وقتی که من مهاجرت کردم، اولش رفتم تو کار مرتبط، بعد کارم عوض کردم، نمیتونم نفس بکشم، اصلا دارم دیوانه میشم ها. پس من تصمیم گرفتم، الانم که اصلا کلا کارم هیچ ارتباطی به رشته ای که لیسانسمو گرفتم ندارم، فوق لیسانس رفتم رشته مرتبط خوندم، خودمو دارم مثال میزنم، حالا در نیست همه مثل هم باشه. خیلی این اتفاق میفته که بعد از مهاجرت نمیتونی بری دنبال رشته ای که دوست داشتی یا خوندی، یا اصلا میگی بابا زندگیمو عوض کردم، رشتهمو از اسکرچ میرم جلو. خب اینو نباید قاطی کنیم با کسایی که هی از این شاخه به اون شاخه میپرن، نه رشته ای که خوندن و ادامه میدن، نه اون کاری که شروع کردن و ادامه میدن. به اینا دقت کنین، اینا نشونه است، چون تو ایران کمتر میبینین. اینجا آدما خیلی، اونایی که تکلیفشون معلوم نیست یا اونایی که نمیتونن ممارست داشته باشن، دیسیپلین داشته باشن، خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرن. اگه براتون مهمه که اون طرفتون تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، اگه برات مهمه، نمیگم درسته نمیگم غلطه، اگه برات مهمه که شغل مرتبط با تحصیلاتش داشته باشه یا توی یه شغل به طور ممتد کار کرده باشه، یعنی فیلد کاریشو فرت و فورت عوض نکرده باشه، همون اول کار سوالاتو بپرس، تعارف نکن. اگرم رد ساین ها رو میبینی، چراغ قرمز ها رو میبینی، هی با توجیه های اون سرخات گل نزن. من بازم برای این ویدیو یه دنباله دیگه دارم که چیزای دیگر رو واسهتون صحبت خواهم کرد. و از همه مهمتر، ای هر مدل رابطه ای که داری، اگه دنبال رابطه جدی هستی، همون اول ترمی که قراره که اون مدت زمانی که قراره برای این رابطه سرمایه گذاری کنی، بر خود مشخص کن. میخواست 3 ماه سرمایه گذاری کنی، 4 ماه سرمایه گذاری کنی، دیگه بیشتر 6 ماه نکن. اگه دنبال رابطه جدی هستی، برای هر تناوبنده 6 ماه، 7 ماه، 12 ماه وقت بذاری، دیگه زندگی تموم شد، عمرت به پایان رسید. نه؟ امیدوارم این ویدیو به دردت خورده باشه. تو ویدیوی بعدی میخوام راجع به فاکتورایی که برای پیدا کردن شریک عاطفیمون بعد از مهاجرت به خصوص ممکن نیاز داشته باشیم بیشتر صحبت کنم. هر سوالی داری تو کامنت های این ویدیو بنویس که تو ویدیو بعدی راجبش صحبت کنیم. دلت شاد و تنت سلامت.